به نام خالق عشق، مهربانی و دوستی. اولین سوال رو یکی از عزیزان فرستادند، با هم میخونیم این سوال رو و پاسخ میدیم. در واقع من میخونم و شما گوش جان میسپارید و بعد پاسخگو هستیم. نظرات خودتون رو ارائه بفرمایید. اولین سوال این هست که: سلام، خدا قوت، من خانومی هستم 31 ساله و همسرم 33 ساله. 8 سال است که ازدواج کردیم، 2 فرزند دختر داریم، 6 ساله و 1 ساله. همدیگر رو خیلی دوست داریم، من خیلی دوستش دارم، او هم به زبان میاره دوست داشتنش رو، ولی نمیدونم قلبن میگه دوستت دارم یا نه، چرا که یک بار توی گوشیش دیدم توی تلگرام دنبال صیغه هستش. اونم متوجه شد که من فهمیدم، گفت اشتباه فکر میکنی و من تو رو خیلی دوست دارم. خیلی به پول، ماشینهای گرون قیمت فکر میکنه، سکس رو هم خیلی دوست داره. من توی رابطه براش کم نذاشتم. خودم خیلی به نماز مقیدم ولی همسرم کاهل نمازه، یک بار میخونه یک بار نمیخونه. من باید چطور باهاش رفتار کنم؟ ممنون میشم جواب بدید. من تمام صحبتهای شما رو گوش میکنم و در زندگیم به کار میبرم. امیدوارم هرچی از خداوند میخوایید به شما بده. متشکرم. من هم از شما متشکرم. خب ببینید، وقتی که ایشون به پول و ماشینهای گرون قیمت علاقه منده، این نشون میده که احتمالاً یکی از دو تایپ بیشتر نیست. یا تایپ 3 شخصیتی انیاگرام هست. کتاب شخصیت شناسی انیاگرام رو به زبان فارسی بخونید یا در فارسی، و همینطور کتاب انیاگرام هلن پالمر رو. کتاب‌های بسیار پرمغزیه و شخصیت همسر شما رو میتونه توصیف کنه. هر چقدر شناخت بیشتری نسبت به همسرتون داشته باشید، قطعا بهتر میتونید با او کنار بیایید و مدارا کنید و روش‌هایی که میتونه شخصیتش رو رشد بده به کار بگیرید. خب وقتی که ایشون سکس رو دوست داره یا به پول و ماشین‌های گرون قیمت اهمیت میده، احتمال این هست که تایپ 8 هم باشه. تایپ های 8، حالا 3 رم بگم 8 رم بگم، یه توضیح مختصر. شخصیت شناسی رو با هم بعداً توی دوره های بعدی خواهیم گذاشت که آشنا بشید. خب به کسانی که به پول، ماشین های گرون قیمت و سکس اهمیت میدن، احتمالاً تایپ 8 شخصیتی ممکنه باشن. تایپ های 8 شخصیتی تایپ های قدرت طلبن، باس هستن، در واقع رئیسن، لیدرن، رهبرن و همه رو از بالا نگاه میکنن، ریز میبینن دیگران رو، و پول خب براشون قدرت میاره و ماشین های گرون قیمت هیبت و بزرگی و عظمت اونها رو نشون میده. احتمال هم داره که ماشین های شاسی بلند اینها خیلی علاقه داشته باشن. وقتی سکس رو خیلی دوست داره، با اینکه رابطه جنسی شما باهاش خیلی خوبه، بازم میره دنبال صیغه میگرده و دنبال خانمای دیگه است، احتمالاً خب تستوسترون بالایی ترشح میکنه در ایشون که هورمون اعتماد به نفس، هورمون مردانه است و هورمون جنسیه. بنابراین خب لازمش اینه که شما یه مقدار تو رابطه جنسی هیجان بیشتری داشته باشی. فقط یه رابطه جنسی خوب برای ایشون کافی نیست، چون اینها وقتی که احساس کنن که تو رابطه جنسی شما در واقع میگی تو خیلی فوق‌العاده ای، تو خیلی خوبی، تمام، یعنی دیگه اون رابطه براش تموم شده است، حالا میخواد یه رابطه دیگه ای رو امتحان کنه. در حالی که شما همیشه باید بهش بگی که خیلی خوب بود، مثلا من 10 بهت 8 میدم. میگه چرا 8؟ پس اون دوتای دیگه اش چیم؟ میگه خب اون باید به نظر من بهتر از اینا هم میتونی عمل بکنی. یعنی نباید بهش بگی که تو دیگه مثلا فوق‌العاده ای، تمامی. بگی تمامی، اون میره سراغ یکی دیگه. تو خانمای تایپ 8 هم اینطوریه. مثلا خانمی میگفتش که
من یه بار یه سکسی داشتم با یه آقایی و اون آقا بعد از سکس به من گفتش که تو بی نظیری، من اصلا همچین سکسی تو زندگیم نداشتم، فوقلاده بود سکس تو. میگم دیگه از چشم افتاد اصلا دیگه اون مرد دیگه به چشم نمی اومد. خب اینا آدم هایی رو دوست دارن که همیشه اونها رو به چالش بکشه و اینها وارد چلنج بشن و هیجانات جدیدی رو تجربه کنن و قدرت خودشون رو اثبات کنن که من میتونم. خب پس احتمالاً تایپ 8 باید باشه. اما خود شما چی کار باید بکنید؟ خب تو زمینه جنسی باید خیلی هیجان بیشتری به همسرت بدید. شما حتما روزی یه مقاله جنسی باید بخونی، حتما چند تا کتاب خوب در مورد مثلا پوزیشن های مختلف تو هر رابطه جنسی شما حداقل باید 3-4 تا پوزیشن اجرا بکنید تا ایشون حالش خوب بشه، و یه نه اون سکس خیلی بهش نمیچسبه. و خیلی خوبه که 3-4 تا کتاب خوب بخونید، یکی دو تاش هم حالا من میتونم توی کانال بذارم، منتها خب توی کانال بچه 18 ساله هم هست نمیتونیم، شاید نذاریم بهتر باشه. میتونید حالا به شماره 2066767401 پیام بدید براتون، برای اونایی که در واقع متأهل هستند یا در آستانه ازدواجن براشون این کتاب های البته کتاب ها هست توی روبلی دانشگاه تهران هم میتونید برید، انتشارات مختلفی که هست کتاب های روانشناسی چاپ میکنن بگیرید. ولی کتاب مریخ و ونوس در اتاق خواب مال جان گری خیلی خوبه. به هر حال شما نیازمند هیجان بیشتر تو رابطه هستید، این یک. دوم این که حدس میزنم با توجه که شما گفتی من به نماز مقیدنم و نمیدونم خیلی به نمازم اهمیت میدم و اینا، احتمالا شما خیلی زن راضی توی زندگی هستی، یعنی خیلی از همسرت نمیخوای، طلب نمی کنی ازش چیزهایی رو بخوای که او برات انجام بده. خب و قانعی، احتمالا مثلا یه دست طلا مثلا سرویس طلا برات گرفته تا مفتی دیگه خب خوبه دیگه، مثلا چقدر شوهر خوبی دارم من، در حالی که نباید ازش بخوای، مخصوصا قدرت طلب که بشه ماشین گرون قیمت میخواد و اینا، تو راضی نشی مثلا به اون خونه‌ای که نشستی. خب اگه خونه 60 متری داری بگو اینو بکنی من 80 متری. خب مرد تو باید مشغول کنی به فعالیت‌های مختلف با سیاست. ببین همیشه از مردتون یه ذره، دارم میگم یه ذره، یعنی خفش نکنین نه بده آقای محمد نیا گفته از مردتون بیشتر بخواید، نه من میگم یه ذره بیشتر از تواناییش بخوا. خب مثلا شما به فرض دارید بار فیکس میرید، اگه 5 تا بار فیکس میرید سعی کنی 6 میرم بری قوی تر میشی دیگه. زندگی هم اینجوریه، وقتی از مردت مثلا همون 5 تا رو میخوای اون یهو سر و گوشش میجنبه، چون زندگی خب خیلی خوبه چرا خوبه، زن قانعی دارم من، به به یه زندگی خوب داریم، بالاخره یه سرپناهی هست و یه یخچالی، تلویزیونی، مبلی، بالاخره داریم زندگی میکنیم. آها به به فیلش یهو یاد امروستان میکنم، یه خب وقتی زندگی به این قشنگیه خب آدم چرا دوتا نداشته باشه تایپ 8 هم که هست احتمالا بیشتر میخواد. خب من همیشه میگم به خانما به مردتون رحم نکن، به ما مردا رحم نکنیم حتی مردا با توپ و تانک میزنن منو، نه این به نفع خود مردا هم هست، یعنی از مردتون باید یه مرد قدرتمند بسازید. من حتی به خانم خودم هم میگم، میگم ببین به من رحم نکن دست رو بزن خیره من بگو بده میخوام باید بده. حالا این رو دارم شوخی میکنم، ولی بخواید از مردتون. خب وقتی که از مردتون نخواهید و او ببینه که خب حالا مثلا میره سرکار میاد 4 تومن مثلا در میاره، در ما 5 تومنی در میاره، بعد همه چی هم اوکیه، اگه تایپ 8 باشه یا تایپ 3 باشه، بله آقا میره دنبال سیغه و بیوه و ویلا و جیلا و خلاصه عرق و ورق و زرورق، کار خراب میشه. اما اگر شما بتونید مردتون رو در واقع بخواید ازش، خب دارم میگم از حد تواناییش یه ذره بیشتر، نرید دست بذاری رو خرخرش شهیدش کنی بعد بیاد خر منو بگیره.
من دارم چیزایی که میگم به نفع خود مردا هم هست. مردا قوی تر میشن، وفادارتر میشن، چون دارن برای این زندگی زحمت میکشن، تلاش میکنن که رفاه بیشتری فراهم کنن، در نتیجه وفادارتر میمونن، متعهدتر میمونن، مسئولیت پذیرتر میشن، قدر شما رو بهتر میدونن. کلن یه قانون طلایی داریم دیگه تو روابط. زن بی خرج، زن بی ارجه. زنی که خرج نداره ارج نداره. آقای خانمشو برده بود از ده داشت میبرد شهر عمل کنه، بعد رسیدن به یه رودخونه خودش رد شد، به خانم گفت بیا. خانم گفت بابا این رودخونه اینجوری الان ممکنه آب بزنه ما رو ببره. با بیا بابا لوس نشو. بعد هی داد میزد سر زنی که بیا دیگه. بعد اون خانم هم بالاخره رد شد از رودخونه اومد. رفتن و خلاصه یه 20 میلیون تومان خرج خانومه کرد و مثل که حالا مثلا دوتا عمل جراحی زیبایی هم انجام داده بود و خلاصه موقع برگشتن دوباره رسیدن به اون رودخونه، خانم میخواست رد بشه، گفت نه 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 واسطه 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 بزن خودم میام ردت میکنم. گفت نه خودم میام. گفت نه واسطه خودم میام ردت میکنم. خودش برد قشنگ خانم رو گوش رو کولش رد. گفت خرجت کردم، مفتی که نی، پدرم در اومده 20 میلیون خرجت کردم. آره، زن بی خرج زن بی ارجه. زن باید خرج داشته باشه برای شوهرش. خب احتمالا شما خیلی قانعی، اما خانم خیلی خوبی، نه طلا میخوای، نه سفر میخوای، نه تفریح میخوای، نه ماشین میخوای، اما پرایده بس، الحمدلله خدایش، الحمدلله الحمدلله. نکنید این کارو، از مردتون شلمن نسازید. مردا یه ذره شلشون کنی چارچرخشون پنچر میشه، میزنن بغل، چرخ هم میره بالا. اصلا حالشون بد میشه. بعد یه دفعه دنباله گفتیم دیگه، سیغه و میوه و بیوه و ویلا و جیلا و عرق و برق و زر برق، مرده پرید. آره، این کار رو بکنی انشالله موفق میشید و میتونی مردتو بیشتر بالا خود. گفتم ببین با سیاست ها یه هنری از امشب جفا بری تو شکمش آهای بده آهای نفس کش، نه ببین با سیاست، با سیاست، سیاست های زنانه، سیاست های زنانه داریم این هفته میذاریم سایت، برید تهیه کنید، گوش کنید، سیاست یاد بگیرید، با سیاست برید جلو. یکی از برنامه‌ای هم که خواهم گذاشت تو لایف سیاست‌های زنانه است، منتظر باشید، میذارم ایشالله و گوش کنید و لذت ببرید که چطوری مردتون رو مثل موم تو چنگ بگیرید. سیاست‌های زنانه میگیم، سیاست‌های مردانه نمیگیم، مردان نریزن بیان. سیاست‌های زنانه یاد بگیرن. خب اینا تدبیرهایی که به خانم‌ها یاد میدیم، شما مردا خودتون خدای سیاستید.